همه چیز خوبه، هر جای دنیا که هستید، ایران، کانادا، استرالیا، اروپا، امیدوارم که زندگی به کامتون باشه. ساعت 12:22 بعد از ظهر ما داریم میریم تجریش ملبورن. مارکتی هست به نام ساوت ملبورن مارکت. کلن از این مارکت ها یا فروشگاه هایی که سرپوشیدن، بعد مثلا میوه میفروشن و تره بار میفروشن و سوسیس کالباس های خاص میفروشن، پنیرهای خوشمزه میفروشن، اینجا زیاده. یکی از مهمتریناش کوین ویکتوریا مارکته که خیلی قدیمی و جالب و ایناست، ما بارها رفتیم اونجا. این یکی ساوت ملبورن مارکت، من نمیدونم چرا دست ما در رفته بود. تو این 14 سالی که ملبورن هستم یادم نمیاد که رفته باشیم. به هر حال الان داریم میریم اونجا. معمولا باید صبح زود بری اگه میخوای مثلا میوه‌های تازه‌تر و اینا رو بخرید، ولی دیگه ما چون از اون دسته از یوتیوبرای هستیم که خیلی انگیزشی هستیم، خیلی صبح خیلی زود بیدار میشیم، داریم 12:30 بعد از ظهر میریم. اینم بگم که به غیر از این مارکت و کوین ویکتوریا مارکت، کلی مارکت دیگه هست تو ملبورن، مثل دندینای مارکت که دوستانی که اهل افغانستان هستن و ایرانی ها تا حدی اونجا زیادن. خیلی گرمه، این کاپشن رو باید در بیارم. چی رو در بیارم؟ آخه باید چیز رو در بیارم؟ حالا تبا گرفتم. خب میگم کاپشنم در آوردم، الان بهتره. تو این خیابونای ملبورن یه قسمتایی داره زده کیپ کلیر، یعنی این فاصله رو با ماشین جلویی بایستی حفظ کنید که اگه کسی از داخل اینجا بخواد بیاد بره اینور یا مثلا از اونور بخواد بره تو این کوچه دیگه چیز نشه، قفل نشه. البته اینطوریه که همه رعایت نمی‌کنن، معمولا 80% رعایت می‌کنن. ما اومدیم اینجا، یعنی مثل بازار بزرگ تهرانه، تجریش که هیچ. بریم سلام علیک کنیم. تو شهر هم شعبه دارین یا همینجاست فقط؟ بسیار عالی، خیلی کیوتن. 220 تا گویا اینا توی ترکیه درست میشه. اینا با حالا خیلی خوشگله. سماور نداره؟ سیخ نداره، سیخ کباب. شبیه گزای خودمونه اینا. دونه 20 دلار. هشت با قیافه‌مون خیلی شبیه توریست هست. همه فکر میکنن مثلا از کجا اومدیم. و از این پنیرهایی که من میگیرم یه چیز جالب این که این وسط ملت میان ماساژ. حالا من نمیتونم خیلی فیلم بگیرم ولی وسط این همهمه یه چیزای ژاپنیه. What's this madness? شب خرد اینجا دارم بازارگرمی میکنم. نه آقای خیلی باحال. نه میدونه انقلاب میرفتی دورش میومده آقا ورق یه دو بار دور میزدیم فهمیدن که دنبال ورقی.
اینا ممکنه که صرفا نسبت به وولی یا کولز ارزون تر نباشه، ولی کیفیتش بالاتره، تازه تر هم هست چون فروششون خیلی زیاده. مثلا اووکادو 2 تا 6 دلار، نارنگی کیلوی 5 دلار. جام پارکینگاش اینطوریه که اینجا 2 ساعت است، بعد بعد 2 ساعت جابجا بکنی. عجب هوایی ها، خوبه. ما یه دوره دیگه داریم از اینجا وارد این مارکت میشیم. $83 مرغ کامل. اویستر $3.5. تو آخه میخوری این هم گونده است؟ من نمیخورم. خرچنگ $40. من رفتم تو میتونی رد for the turquoise lobster patching. باز به نظر میرسه دراگون فروت هر کدومش $9، پرتقال کیلویی $5، جوانه گندم چنده؟ اینا نداره. پرتقال کیلویی $5، سیب کیلویی $7، آناناس رو شکل بریدن کل $6 دیگه. هویجا با حاله، هر کدوم از این بچه ها $4. بیوتی. این سبزیجاتی که ما خریدیم شد حدوداً $50. اینا همش ارگانیکه، بعد ارگانیک هم معمولاً گرون‌ترن. آقا این بود ساوث ملبورن مارکت. خیلی مارکت باحالی بود، خیلی وایب باحالی داشت. اینطوری نیستش که صرفاً ارزون باشه همه چیز، ولی تنوع محصولات، تازگی و اینا و کلی رستوران به نظرم خیلی باحال بود. حتما پیشنهاد میکنم، آدرسش رو میذارم تو بخش توضیحات که خودتون بیاید چک کنید. الانم یه خورده خلوت‌تر شد نسبت به زمانی که ما اومدیم. به نظرم نسبت به کوین ویکتوریا مارکت اگر رفته باشین با کلاس‌تر بود، گوگلی‌تر بود. از دوستان ایرانی هم اونجا بودن، صنایع دستی که نبود ولی دست ساز بود، یه سری بشقاب بود و یه سری قالیچه و فرش و اینا. حالا اطلاعاتش رو میگذارم که برایشون تبلیغم بشه. همین دیگه، امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید، لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره. قربان شما، خداحافظ.